پیامبر اکرم علیه الصلاة و السلام توصیه و تأکید نموده که همیشه انسان سوره بقره و سوره آل عمران را با دقت و تعمق در معانی آن تلاوت کند. زهراوانه اسمش پیش خدا به عنوان زهراوان، یعنی دو نور تابنده و درخشان که وقتی در خانه ای تلاوت میشه شیطان به اون خانه نزدیک نمیشه، شیطان از اون خانه فرار میکنه. در آغاز این سوره خداوند متعال در همون 5 آیه نخستینش خداوند متعال اوصاف بندگان خوب خود را بیان فرموده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیه. میفرماید این کتاب آسمانی قرآن هیچ شکی درش نیست، در صحتش، در پیامش، در حکمش، در موعظه و اندرزش هیچ شکی درش نیست. هر کتابی که شما مطالعه کنید، بررسی کنید، در آن عیب و ایراد وجود دارد. حتی کتابهای آسمانی پیشین از تحریف و از تغییر در امان نمونده‌اند، اما این کتاب آسمانی الله نزل احسن الحدیث، نیکترین سخنی است که انسان به گوشش میرسد. هیچ سخنی نیکتر از قرآن نیست. فلهذا فرمود ذلک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب شکی و شبهه‌ای در آن نیست. هدى للمتقین، مایه هدایت و راهنمایی است برای متقین. چرا متقین از این قرآن بهره میگیرند؟ به دو سبب. چون اولا متقین به قرآن ایمان دارند، خیلی مهمه. کسی از این قرآن پیروی میکنه، از این قرآن درس میگیره، استفاده میبره که با تمام وجود خود به این قرآن ایمان داشته باشه، باور کند که از جانب خداست، باور کند که برنامه زندگی بشره، باور کند که هرچه خیر و صلاح بشره در این کتاب آورده شده است، حکمت‌های فراوان در این کتاب آسمانی به ودیعه نهاده شده است. به قول علامه اقبال، قلب مؤمن را کتابش قوت است، حکمتش حبل الورید امت است، دامنش از دست دادن مردن است، چون گل از باد خزان افسردن است. اولا به دلیل اینکه اهل تقوا به این کتاب ایمان دارن، و چون ایمان دارن سعی میکنن قرآن را تلاوت کنن، فهم کنن، به اون عمل کنن، به دیگران هم برسونن، ازش استفاده میبرن. ساریا به برکت صفات خوبی که در متقین هست، کارهای نیک، اعمال پسندیده، برکت‌های زیادی برای انسان داره. یکی از برکاتش اینه که انسان را در رسیدن به کمال یاری میدهد. شما وقتی نماز میخونید با جماعت، قدمی به سوی خدا نزدیک شده، قدم ها به سوی خدا نزدیک شده. این طبیعیه که شما از برکات این کتاب بیشتر استفاده میکنید.